سلام دوستان روز بخیر به کانال با هم بدوزیم خوش اومدین امروز میخوام در مورد انواع دوخت زیگزاگ و کاربرد هر کدوم از این دوختها تو خیاطی بهتون توضیح بدم این پایه‌ای که میبینید پایه استاندارد چرخ خیاطی یا پایه زیگزاگه فضای وسطی که تو این پایه قرار داره به سوزن اجازه میده در سمت چپ و حرکت کنه و دوخت زیگزاگ رو رو پارچه اجرا کنه دوخت زیگزاگ کاربردهای خیلی متنوعی داره یکی از کاربردهای این دوخت دوخت تزئینی در اپلیکه یا تکه دوزیه همونطور که میبینید من دورتا دور کارم رو دوخت های زیگزاگ بسیار فشرده و چسبیده به هم انجام دادم این دوختیه که برای اپلیکه دوزی یا تکه دوزی ازش استفاده میشه کمک میکنه تکه های پارچه به هم متصل بشه و نمای برجست و زیبایی به تکه دوزی میده کاربرد دیگه دوخت زیگزاگ سردوز کردن هست اگه چرخ سردوز ندارید با انواع دوختای زیگزاگی که روی چرختون موجوده میتونید کار سردوز رو به راحتی روی محصولات پارچه و لباس اجرا کنید. کاربرد دیگه دوخت زیگزاگ دوخت پارچه های کشی هست که همیشه پارچه های کشی رو با دوخت زیگزاگ به هم بدوزید چون دوخت زیگزاگ هم استحکام و مقاومت خیلی زیادی داره و باعث میشه حالت کشسانی پارچه بعد از دوخت هم به خوبی حفظ بشه. برای دوخت زیگزاگ ما باید پهنای دوخت و طول دوخت رو تنظیم کنید بر اساس پهنا و طولی که انتخاب میکنید نوع زیگزاگ متفاوتی دوخته میشه که هر کدوم از این انواع کاربرد خاص خودش رو داره من برای دوخته یه زیگزاگ ساده پهنای دوخت رو, رو روی پنجانی و طول دوخت رو, رو روی دو تنظیم کردم و به این ترتیب که میبینید دوخت زیگزاگ با این پهنا و طول به این صورت انجام میشه به این زیگزاگ زیگزاگ استاندارد گفته میشه از زیگزاگ ساده برای دوخت پارچه های کشی و همینطور برای انجام یک دوخت محکم استفاده میشه چون همونطور که بهتون گفتم دوخت زیگزاگ از دوخت های ساده محکمتر و مقاومتر است من پهنای دوختم رو بیشتر کردم به حدود عدد هفت رسوندم به این ترتیب که میبینید زیگزاگ های بزرگتری دوخته شده اگر شما پهنای دوختتون رو بالاتر ببرید زیگزاگ ها بلندتر و بزرگتر میشن. حالا پهنای دوخت رو کاهش میدم میرسونمش به عدد سه و ببینیم که زیگزاگ ها به چه شکلی در میاد. همونطور که میبینید زیگزاگ ها کوتاهتر و کوچکتر شدن. حالا میخوام طول زیگزاگ ها رو تغییر بدم. طول زیگزاگ رو از عدد دو رسوندم به عدد پنج. همینطور که میبینید فاصله زیگزاگ ها از همدیگه بیشتر و حالت بازتری شده. و حالا طول زیگزاگ ها رو کم میکنم و به حدود صفر میرسونم. همونطور که میبینید زیگزاگ ها به صورت خطوط فشرده و بسیار نزدیک به هم دوخته شده. این زیگزاگ های فشرده و چسبیده به هم معمولا برای دوخت اپلیکه یا تکه دوزی، برای دوخت جادوکمه و همینطور برای گلدوزی و انواع دوخت تزئینی استفاده میشه. و نکته آخر اینکه اگر زیگزاگ هایی که میدوزید همچین شکلی دارن یعنی شکل های نامنظم و نامتعارفی دارن و اگر مثل دوختی که اینجا میبینید نخ زیر کار یا نخ ماسورتون که اینجا نخ مشکی رنگ من هست اومده روی سطح کار و در واقع نخ ماسوره رو دارین روی کار میبینید این نشون دهنده اینه که دوخت زیگزاگتون یه ایرادی داره ایرادش هم مربوط به کشش نخ است و با تنظیم کشش نخ تو یک محدوده نرمال استاندارد زیگزاگ های منظمی خواهید داشت و همونطور که میبینید مثل این زیگزاگ هایی که من دوختم ظاهر کارتون باید تمیز و مرتب باشه و هیچ ردی از نخ ماسوره یا نخ زیر کار روی کار نباید دیده بشه اینها انواع دوخت های زیگزاگ هستن و همونطور که بهتون توضیح دادم با تغییر پهنا و طول زیگزاک ها شما میتونید شکل های مختلفی از زیگزاگ ها رو بسته به نیازتون و نوع محصولی که تولید میکنید بدوزید و از تنوع زیگزاگ تو خیاطی استفاده کنید امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه اگه سوال یا نظری دارید حتما تو کامنت ها برام بنویسید ممنون که این آموزش رو تا آخر تماشا کردید